یو حاجی تون سکیزریز بک، چطورین بچه ها؟ امیدوارم در حال اشکرام باشین، در حال لذت بردن باشین. چه خبر؟ من اومدم با یه همکاری دیگه از رپ فورس و رپ و دری موزیک ویدیوی وی آی پی از استارو دیمو ملان به پرودوسری اشکان کاگان. اشکان کاگان رو همتون میشناسین، اگرم نمیشناسین که قراره الان باش آشنا بشین. قبل از اینکه بریم سراغ ریاکشن بچه، یه چیزی میخوام بگم، خیلی 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 مهمه، مخصوصا برای کسایی که میخوان من با انگشتشون ریاکشن برم. از اونجایی که هزینه ریاکشن برای خیلی مقدور نبود که پرداختش کنن، سعی کردم یه برنامه بسازم. این برنامه به صورت فصل، هر فصل 10 قسمته و توی هر قسمت به 10 تا از موزیکای شما ریاکشن میرم که هزینه‌ش هم 99%تون میتونین پرداخت کنین. موزیک 100,000 تومان، موزیک ویدیو 175,000 تومان و موزیک ویدیو با شیر کردن 250,000 تومان. ببخشید. خب یعنی فرصت بهتر از این فکر نکنم پیدا کنید. تا الان بودن چند نفری که اومدن آهنگاشون رو دادن و داریم کارا رو انجام میدیم که با آهنگاشون ریاکشن بریم. لینک سرور دیسکوردم رو من پایین گذاشتم برای کسایی که میخوان با آهنگشون ریاکشن برم. برید توی این لینک توی سرور عضو بشید، بیایید توی آخرین روم که علامت نوت روشه، اونجا لینک موزیکتون رو بذارین. فرقی هم نمیکنه موزیکتون از یوتیوب باشه، ساوند کلاود باشه، تلگرام باشه، هر جا میخواد باشه، فقط یه لینکی باشه که دسترسی بهش آزاد باشه. اونجا لینک رو میذارین و میان توی توییتر یا توی اینستاگرام به من دایرکت میدین که کارهای نهایی رو انجام بدیم. و اینکه بازم میگم توی هر قسمت 10 تا موزیک فقط ریاکشن بهش رفته میشه. اگر درخواست بالا باشه اون موقع موزیکا میره بالاتر. به هر حال حس کردم با این کاری که دارم انجام میدم، حس میکنم مثلا به بعضی هم کمک میشه، چون بودن خیلیا که میگفتن آقا میخوایم به ما ریاکشن بری، هزینه‌اش چقدر میشه؟ بعد هزینه رو میگفتیم، گفت وای چه خبره، مگه سر گردن است؟ تصمیم گرفتم که هزینه رو از اون 3-4 تومن من بیارم روی 100,000 تومن. یعنی این فرصت واقعا فرصت طلایی برای کسایی که میخوان استفاده کنن و ریاکشنی که میرم از روی چنلم پاک نمیشه، فقط به شرطی پاک میشه که استرایک بخورم، که طبیعتا اونم اوکیه چون که ضرر داره برای چنل. به هر حال گفتم اینو بهتون بگم، بدونید لینک این پایین هست، حتما برای کسایی که میخوان برن آهنگشون رو اونجا بذارن و گفتم دایرکت بدن بیام صحبت‌های نهایی رو بکنیم. و بچه‌ها مرسی از اینکه کلی انرژی به من میدید، مرسی از اینکه لایک میکنید، واقعا دمتون گرم. لینک اینستاگرام، توییتر، دیسکورد، تلگرام، چنل دوم و سوم یوتیوبم توی دیسکریپشن هست، حتما من از اونجا فالو کنید، دوره هم اش کنیم. اینکه الان میخوایم بریم ببینیم برامون چی پختن، بگو بیان، بگو گنده ترینشون بیاد مشتی. بار اوله دارم بهشون ریاکشن میرم، ببینم فرست ایمپرشن هم چیه. همین اول کار رفت تبلیغ، ثانیه 6 بکنم نه هیچی، نت بود، مشکل از نت بود، فکر کردم ثانیه 6 رفت تبلیغ. خب رشا استودیو موزیک ارنجمنت یعنی تنظیم با اشکان کاگان، یا همون بیت فکر کنم دیگه، چون من توی اینستاگرامشون چک کرده بودم نزده بود بیت ساز کیه. موزیک ارنج اشکان کاگان، پرودوسر آره تهیه کننده تکی استیو، آره تهیه کننده. خب اوکی، استارو و دیمو ملان، بگو بیان. این عینکاشون رو من تو چیز دیدم، توی موزیک ویدیوی وار به قول خارجی ها از گان و تک ناین، آره This is War از گان و تک ناین میتونید بینید سرچ کنید. این عینک هست، خیلی هم عینک خفنیه. بح بح، فریز رو برم. این که میکروفون، اینم یه مایک، چرا دوتا مایک؟ شب خاطر اینکه دو نفرن. اینم که هنسیه، مشروع هنسیه، اونم فکر کنم پاسوره. این داداشه اونم که فریز زده، دست خوش دا فولیا رو. چه موزیک پشما، chill the fuck down. کاگانش ترکون منو. بیاقا جوش نبی که کارای ما پخش هم کارام پرسن که بوگی چیه رمزش چاره بومس نکام بده کنه روی تخت. همه جا کارا پخش، همکارا میپرسن که بهمون بگو چیه رمزش. زیرنویسم که نداره. کنیاک خالی بشه هنسی که هست. بچه کنیاکو برای کسایی که نمیدونن، میدونیم که من هر دفعه اسم یه دراگی میاد یا یه نوشیدن چیزی براتون توضیح میدم که چه جور درست میشه. کنیاک عرق عرقه،
یعنی دبل عرقه، مثلا عرق عرق و گیری میشه کنیاک، عرق زبدر دو میشه کنیاک. روی تخت کنیاک خالی میشه نسی که هست تا کجا ببرم هرم علوم دی. ببین این اولین موزیک ویدیوی فلان یه دقش رفته، حالا زوده بگم اولین موزیک ویدیوی خفن، ولی اولین موزیک ویدیویه که تو این زمینه میبینم که دختر مختر توشه و رپه، چون قبلی ها رو که دیدم از سیکونس بود و بعد از اونم بازم همون دوتا از اعضای سیکونس بودن که ریاکشن رفتم بهشون، یکم خارج از حالت رپ بود مخصوصا اولی، ولی این یه دونه ترپ کامله، یعنی قشنگ خود هیپ هاپه. بچش چی میکنی امسا برنامه یم اینه که بسازم کار هیت، تو هم بساز که عده ترک هایم بوله تیک تا خول دست بازی رو بلدون من. میگه برنامه هم اینه که با موزیکام هیچ بسازم، تو هم با موزیکای من تیک تاک بسازی، دست باش. تو هم بساز که عده ترک هایم بوله تیک تا خول دست بازی رو بلدون من. خواهی مالی نکو فیت نبدون نه رب دری برم اکی سودی نداره، ولی من نمه منو مثل دادم پای مال شهر قایدون مسئله غیب بلو خواه تحت تو هم سال تو رو نمی بینی مال شهر اضافه میشه به دری رب بر روز یک کون از پنج خط پنجاش بر دری تر اضافه میشه به دری رب چی؟ تو هم سال تو رو نمی بینی مال شهر اضافه میشه به دری رب بر روز یک کون از اضافه میشه به دری رب هر روز یک کون پنج خط پنجاش بعد دری تر شو بکر کدم رایم فلو که تمیزه بگه که تو های تو هم که بازم بکنیم این استایل تریپل بهش میگن، اینو بهش میگن تریپل، یا خیلی تو مامبل رپ ازش استفاده میشه، میگوزم خیلی استفاده میکنه. خط پنجاش بعد دری تر شو بکر کدم رایم فلو که تمیزه بگه که تو های تو هم که لازم نی بکنی لایک میدانم گوش میده خیس میشه جایت میگه که تجربه دارم دستا تا نمیخوای لایک کنی گوش بدید خیس میشه جات، یا میشاشی تو خودت، یا اگه دختر باشی یعنی انقدر حشری میشی خیس. بچم تو کاری نکنی در رپ دری بهترین کار کردی فلال بوسی ریلکس ندارم جنگ آمدم گنگ ندارم وقت تو پی گپ میگردی بازی رو میکنی سخت. چه صدای خوبی داره برای این ترک. این بچه استارو اولی بود که خون درسته، چون اسمش اول نوشته شده، این باید دیمو ملان باشه. ندارم وقت تو دنبال حرف میگردی بازی رو سخت میکنی، من یه جوری وارد میشم من میگم گنج پیدا کرده، دیدی گنج پیدا میکنی خیلی انگیزه داری، خیلی دوست داری سری بری برش داری قدره. نه نه خوشم اومده تا اینجا، خیلی خوشم اومده واقعا قدره. بگو بیان سان که بوگی چیه رمزش شاری بوم سکم دکونه روی تخت کنی آگ خالی بشه نسی دافولی ها رو زیاد نیستم تو موزیک ویدیوهای دری قبلی ها رو که دیدم. آه ببخشید، اولین رپی که دیدم توش دختر مختر بود مال افراز بود، دافولی های اونو بیشتر از این میپسند. نسو قدیم واسه نبود لال مصر بینه خیره چنجش میکن چی؟ نسو قدیم واسه نبود لال مصر بینه خیره چنجش میکنیم نداریم تشویش پشتش کینه روز میگه نسل قبلی و نسل قبلی واسه نبود لال خالی به جهن نسی که هسته نسو قدیم واسه نبود لال مصر بینه نسل قدیم واضح نبود لال مصر بینه، یا مصر قدیم لال واضح نبود مصر بینه، و اینجا میگه عوضش میکنم خیره چنجش میکنیم نداریم تشویش چنجش میکنیم عوضش میکنیم نداریم پشتش کینه راسته بگاره اینجا بیزنس کار قرار دیلم هم از تسلا رو برم غذای فانتزیم سمت مدلینا زنگول نه این دافولی خوب بود قرار دیلم هم از غذای فانتزیم آره این دافولی اسم کنم از اون بهتره، و اینجا تتو عربی داره پشم سمت این به نه حالا که دارم درست نگم کنم نظرم یکم تغییر کرد، بذاریم دافولیا رو بیشتر ببینم شاید نظرم عوض شد، ولی این الان نگاه میکنم دیدم نه جفتشون اوکی. حاج آقا با تسلا میگی پرش پانومر، حاج آقا نکن زفاز می مکتور خرابت پرش پانومر چیتم دکار نست دوتا جوابه رنگش باشه کارمل یوگن روشن کپی رایتن الان نده خودن
باشیم فایت هر بابا بگو بیان تمام نظام نداره فایده ترک ها گایدن نگو تو اصار و دنباله. بالاخره یه ترک دری گوش کردم که از لحاظ مینستریم واقعا خیلی کارش خفنه. این دوتا هم میگن رفیقای افروزن اگه اشتباه نکنم، چون دیدم افروز استوریشون رو گذاشت. شاری بومست کام بده کنه روی تخت کنی آک خالی بشه اینسی که هست. همه جا مشنوی که کارای ما پخشه همکارا میپرسن که بوگی چیه رمزش. شاری بوم سکان بده کنه روی تخت کنیاک خالی بشه هنسی که هست. کنیاک خالی بشه هنسی هست، یعنی بگو بیا، یعنی مهم نباشه چی میشه، فقط بگو بیان، همین بگو بیان بیتوز میشه. اینا کارای کاغانه. کاغان میخوای چیکار کنی؟ کاغان تارو مسبو مزارت ماری ماری روی چند لاین لاین بولا کوک لاشا گنگ گنگ مازفال ایموس فکرم دراپش الان میاد صدال خورد مسبو مزارت ماری ماری روی دقت کردم. افغانا اونایی که خارجی ان به لاین میگن لاین، یعنی این لی از اون از اینجا میاد، ولی اونایی که تو افغانستان یا تو ایرانن راحت میگن لاین. اصلا بیت کاغان لول کارو واقعا برده بالا. شما نسته تصویری تانم پشتی دورمین بالا فقط جستم آقا چه شستم مودیم خوب آمدون بر مایکم این قدری که شما مگیرین خود فقط باشن شو این کار دو بی پشتی بی. ببین میگه انقدر خودتون رو میگیرین چی شد این کار دو بی مایکم این قدری که شما مگیرین خود فقط باشن شو این کار دو بی پشتی بی بی از دایمت هر چقدر خوب هم تظاهر کنید برم ندارین کوالیتی. ببین یه چیزی که هست، چیزی که الان داره میاد تو ذهنم، چیزی که دارم میشنوم در واقع اینه که تکسا خیلی ساده و بیسیکه، که خب این یه چیز خیلی عادیه تو آهنگای مینستریم، ولی مشکلی که هست اینه که این چیزایی که داره میگه رو تو رپ دری من به همین شکل، نه به شکل دیگه، به همین شکل شنیدم. یعنی موزیک ویدیو خوبه، موزیک خوبه، بیت خوبه، همه چی ردیفه، ولی کاشکی لیریکسش قوی تر بود یا حداقل یکی دو تا پانچی اون وسط میذاشت. چون مثلا ورژن ایرانیشو بخوایم نگاه کنیم، گادپوری یا هیپوپولوژیست هم از این کارا میکنن که چند تا پانچ جدید بذارن. میگم ببین اصلا رپ جز چند تا موضوع خاص بیشتر نیست، که رپرها میان مثلا موضوع غم رو انتخاب میکنن به شکل مختلف میخوننش. خب این اومده موضوع مثلا پارتی رو استفاده کرده، انتخاب کرده به شکلی خوندتش که قبلا خوندنش به نظر من باید یه جوری انتخاب میکرد که مثلا قبلا اونجوری خونده نشده. بعدش هم یه چیز دیگه هم که هست، شاید خیلی بیان کامنت بذارن که این محتوا نداره، فلان نداره، نمیدونم نمیارزه آهنگی که محتوا نداره. من فقط یه چیز دارم بگم، اینه که اولا بچه ینگ ینگ همین دایره هست، یکم سفیده یکم سیاهه، یعنی خوب و بد هم دیگر رو کامل میکنن. موزیک هم همینه، از اون طرف ما هیپاپی رو داریم، از این طرف ما مینستریم رو داریم. این مثلا بگیم تو این محتوا بیشتره، تو این محتوا کمتره. تو نباید بیای از رپری که زندگیش همش خلاف، زندگیش همش تو پارتی، انتظار اینو داشته باشی که بهت درس زندگی بده یا بیاد موزیک محتوادار بهت بده. میتونی انتظار داشته باشی، ولی انتظار نداشته باشی بهتره، چون هدف از ساختن موزیک مخصوصا موزیکای مینستریم اینه که تو یه چیزی بسازی که حال کنی، یه چیزی بسازی که لذت ببری. مثلا سلیقه خود من موزیک مینستریم نیست، موزیکیه که زیاد پانچ لاین داره، تمرکز روی تکستشه، ولی میگم اینجور کارا رو تو نمیتونی بهش خورده بگیری، هم این لازمه هم این لازمه. بنابراین از
رپرایی که زندگیشون همش پارتی و مارتی و اینجور داستان است، شما نباید انتظار تولید محتوا داشته باشین یا انتظار داشته باشین آهنگ اعتراضی بدن یا درس زندگی بخون بهتون بدن. اینو باید بری از یه نفر بخواید که علمشو داشته باشه. این داداشامون اومدن رپ کنن، مال اومدن رپ کنن، زندگیشون رو کنن، بر خودشون برن دیگه. ترس رفت از جانم بس کدانت اینجا ور وقت نداریم وقتی بس از ازمانه رفتن از مانه ما هم شب زنده داریم خوبه هر شب هم حال مچ وقت کم نکد خانه میگه دیمو و استارو مثل بمب مغزارت ماری ماری روی تاکا لاین لاین قافی ها باید یکم بهتر شد بوده کاک لشت گنگ گنگ بعد چفت بشه دیمو استارو مثل بمب ولی موزیک ویدیو واقعا قدره یعنی بعد از موزیک ویدیوی سیکونس این بهتر موزیک ویدیوی که من دارم ماری ماری روی تاکا لاین این بار دوم بود واسه دراب کیر شدم من، ولی به هر حال کاگانه دیگه، کاگان از این کارو میکنه. خیلی دراپای خفنی داره بیته، خیلی دراپاش خفن. مخفش کامای سم دازه خوب اول مهمانیه ولی مغزم چسبیده به سخت دوتا رو پام مترسم نفرید اضافه شخ چشم از سرخ قلمم اعتماد کرده به قدرت من مده به چوک. این لفظ قدریه، قلمم اعتماد کرده به قدرت من، این واقعا لفظ قدریه. چشم از سرخ قلمم اعتماد کرده به قدرت من مده به چوک مشنوی همه جا خوب پخش صحبت من کارم سمه کلتان پس شن نکنه نظافه کاری من کارت خیلی فارسیه، از فارسی دری در اومد شد فارسی سلیس، فارسی ایران. کلتان پس شن نکنه نظافه کاری من کارت شنید و محشد دری رب از مو بترسه بگه قولی دری عرصه احترام دری رپمو بترسه میگم قول تو این عرصه. مثلا این چیز بود، این چفت بود، اون استایلی که خوندش خفیه رو چفت در آورد. خب دلیوریش یه کاری کرد، دلیوریش یه جوری بود که چفت در بیاد. و اینکه این اولین کاریه که من دارم ازشون میشنوم، امیدوارم کارهای بیشتری بدن چون واقعا کارشون خوبه. ولی یه انتقادی که تو رپ دری من دارم اینه، خیلی 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 زیاد دیدم تو رپ دری یه نفر میاد یه موزیک میده میترکونه بعد غیب میشه. نمیدونم چرا زیاد دیدم تو رپ فارسی، اصلا انقدر ندیدم، یعنی حتی الانشم من آماتوراشم من ندیدم از این کارو بکنم. طرف میاد یه موزیک میده، موزیک خفن و مثلا دیستوربی آهنگی اومد داد به اسم شاک، بعد یو غیب میشه. سیکونس اومد یه آهنگ داد یو غیب شد. اینا هم امیدوارم غیب نشن حداقل. بذارن احترام ببینین کار ما بزنه حرفه بوتل خالی میشه گلار من کارم حرف میزنه، نیازی نیست که من چیزی بگم. بذارن احترام ببینین کار ما بزنه حرفه بوتل خالی میشه گلار هم میچینیم روی تبک مهمانی اولشه همه گی مسوچه تو کلپان مری جی میزنه شیک همه یه رنگ هارم میبینو ما امشب فکر میکنم وقتش رسیده که برون برسون به ما. این بهترین ورس موزیک بود، ورس آخر بهترین ورس موزیک، موزیک ویدیو یک موزیک ویدیو یک بگو بیان قدر بگو بیان. نه تنها لذت بردم بلکه کلی عشق کردم ولی یه سری چیز هست که بگم. میگم خیلی بودن که اینجوری اومدن ترکوندن غیب شدن، امیدوارم که اولا غیب نشن، امیدوارم روی تکساشون یکم فوکس بیشتری بکنن چون توی این موزیک تکس آخر واقعا اختلافش با بقیه تکسا بیشتر معلوم بود. دو اینکه کاگان چه بیتی زد، دو بودم یا سه مهم نیست، به هر حال عدد بعدی اینکه چه موزیک ویدیوی خفنی بود. بازم میگم بعد از موزیک ویدیوی سیکونس که فکر کنم اسمش آن فایر بود، این موزیک ویدیوی وی آی پی از استارو دیمو ملان به نظر من بهترین موزیک ویدیویی بود که تو رپ دری دیدم. امیدوارم که
کارهای خیلی بیشتری ازشون ببینم. امیدوارم که افراز و هیپاپولوژیستی هم کاری بکنن یا افراز و کوهان هم کاری بکنن. این که مثلا اون معروفای رپ فارسی و رپ دری بیان با هم یه همکاری بکنن، مثل مثلا کیارپ و اینایت، حتی از اون لول بالاتر، از اون لول معروف‌تر. و بازم میگم برای بچه‌هایی که اول ویدیو رو رد کردن، حتما گوش کنید. من جدیداً دارم یه برنامه درست میکنم برای کسایی که میخوان من به موزیکشون ریاکشن برم، به این شکله که فصل فصل هر فصل 10 قسمته، توی هر قسمت به 10 تا از موزیکای شما ریاکشن رفته میشه. حالا موزیکو چجوری برای من میفرستید؟ لینک این پایین من گذاشتم، لینک دیسکورد رو میرین توی سرور عضو میشین، اونجا توی آخرین روم که علامت نوت روشه موزیکتون و لینکش رو اونجا میذارید. مهم نیست از کجا پخش شده باشه، تلگرام، ساوند کلاود، اسپاتیفای، یوتیوب، اصلا فرق نمیکنه، فقط یه لینکی باشه که من دسترسی آزاد بهش داشته باشم. و هزینه‌اش به شدت کمه. موزیک 100,000 تومان، موزیک ویدیو 175,000 تومان و موزیک ویدیو با شیر کردن 250,000 تومان. یعنی قیمت من از رو چند میلیون تومان، حالا عددشو اول ویدیو گفتم 3-4 میلیون تومان، از اون آوردم پایین تر بذارم روی 100,000 تومان که این فرصت طلایی باشه برای کسایی که میخوان من به آهنگشون ریاکشن برم. شاید ذره بتونم تاثیر داشته باشم تو اینکه دیده بشن، تو اینکه شنیده بشن، تو اینکه شاید حتی وایرال بشن. و امیدوارم که کسایی که میخوان با انگوشون ریاکشن برم، این حرکتی که من دارم میزنم به دردشون خورده باشه. و مرسی از اینکه این موزیکو با من گوش کردید بچه‌ها، مرسی که از اینکه تا آخر ریاکشن با من موندین. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، زنگوله رو روشن کنید، دکمه سابسکرایب رو بزنید و این لینک اینستاگرام، توییتر، تلگرام، دیسکورد، کانال دوم و سومم توی یوتیوب، توی دیسکریپشن هست، یوتیوب چه بابا، توی دیسکریپشن هست، حتما من از اونجا فالو کنید. دور هم می‌خوایم عشق کنیم. اش بگو بیان، بگو گنده ترینشون بیان فقط. و اینکه حرف دیگه نمیمونه بچه‌ها، تا ریاکشن بعدی، پیس اوت. دست شب نه نگو بعد اون میتر ها من میگم به شک گنگ ایم اورژینال هم مثل شما نسته تصویری تانم پشتی دور بین بالا فقط جستم آقا چه شستم